این برنامه از جناب آقای بازرگان که تخصصشون روی قرآن هست و در سمینارها و گفتگوها یه مختلف در جاهای مختلف آمریکا و کشورهای دیگه، ایشون متخصص در به اصطلاح نو اندیشی در قرآن هستند. از ایشون استدعا میکنیم که در این راستا توضیح بدن که آیا مفهوم اولی الامر لزوماً به معنای حکومت ملاهاست یا حکومت آخوندهاست، و اگر نیست تفسیر و معنای اصلی این اولی الامر در سوره نساء آیه 59 به چه مناسبت آقای خمینی در ولایت فقیه یا در کتاب ولایت فقیه خودش دست به از دیدگاه قرآن ولایت فقیه رو در حقیقت تبلیغ میکنه، آیا میتونه از دیدگاه قرآن درست باشه یا نه؟ جناب آقای بازرگان، ما با شما هستیم و استدعا میکنم. البته من در یکی از قرآن هایی که از ایران برای من رسید، نمونه بیانات شأن نزول آیات قرآن مال دکتر محمد باقر محقق، ایشون اتفاقا شأن نزول این آیه را روشن کرده که اصلا این آیه تحت تأثیر چه شرایطی بوده که پیغمبر اسلام این آیه رو به هر حال بهشون الهام شده یا بهشون وحی شده، و مناسبت این آیه اصلا چه ارتباطی تا اونجایی که شأن نزول قرآن به روایت مجمع البیان نه آقای شیخ تبرسی یا شیخ تبرسی بعضی ها میگن بر وضع تفرشی، یا شیخ توسی در استفسار و حتی در کافی به این صورتی که آقای خمینی در حقیقت سوء تعبیر از این واژه کردی و حقانیت حکومت ملاها رو در ایران در یک شعار عوام فریبانه به خورد مردم داده خیلی مهمه. خود قرآن میگه لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون، این سوره یاسین آیه 5 میگه باید هشدار داد به قومی، به ملتی که پدران اون قوم هشدار داده نشده و غافلند. بنابراین یکی از انگیزه های غفلت ما این بودی که محققین و یا روشنفکران و یا اونهایی که در امور سیاسی کار میکنن به خاطر نفرت از مبانی دینی یا دور ایستادن از مبانی دینی حاضر نشدن حداقل برن از دینشناسان و متخصصان مسائل دینی سوال کنن تا روشن بشه که ریشه این کجروی و کج اندیشی و بدآموزی در فرهنگ اسلامی جامعه ما کجاست. عرض شد که من فقط شأن نزول این آیه را اگر لازم باشه ممکن بعد از که آقای مهندس عبدالعلی بازرگان ما رو روشن کردند با شما در میون بذارم. ضمن قبل از که آقای عبدالعلی بازرگان راجع به این مسئله اولی الامر، واژه اولی الامر رو من در کتاب قیاس اللغات صفحه 97 میگه حکومت پادشاه، امیر، رئیس جمهور یا هر کس که حکومت رو در حقیقت در دستشه، میتونه فرمانده ارتش باشه، میتونه جز امیر لشکر باشه یا امیر کشور باشه. بنابراین هیچ در معنی لغوی اولی الامر اشاره نشده که لزوماً باید ملا باشه. البته آقای مکارم شیرازی به خاطر اینکه میخواد ولایت فقیه رو در حقیقت تبلیغ کنه و تفسیر به رأی در کنار در قرآن ایشون نوشته شده ای کسانی که ایمان آورده اید، آقای مکارم شیرازی در صفحه 87 قرآن ایشون، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را و اولی الامر. بعد پرانتز باز کرده جلو اولی الامر آقای مکارم میشه اوصیای پیغمبر، که اصلا چه معنی نمیده اوصیای پیغمبر، معنی اولی الامر نیست. هرگاه در چیزی نزاع داشتید، یعنی اختلاف نظر داشتید، برگردید به خدا و پیغمبر خدا رجوع کنید.
در همین آیه خودش یه سوال مطرح، در تمام بیشتر آیات خداوند در قرآن، تو اونجایی که من میدونم از آیات چرا آقای بازرگان در ذهنشون خوشبختانه حافظه قوی دارن، خداوند هیچ کس رو در کنار خودش نمیپذیره. یعنی هر کس از غیر از خدا اطاعت کنه کفره. در اینجا یه سوال بین محققین و اهل تفسیر و اهل معنا جدالیست که آیا اطاعت از پیغمبر و یا پیغمبر رو در کنار خدا گذاشتن و از پیغمبر به اندازه فرمان خدا اطاعت کردن آیا کفر نیست؟ یه عده از اسلام شناسان معتقدن که ما باید فرمان خداوند رو اطاعت کنیم و نه هیچ کس. ایده گفتن نه، از اونجایی که فرمان خداوند به وسیله پیغمبر اسلام یا به وسیله پیامبر اعلام میشه، بنابراین پیام پیغمبر هم پیام خداست. ولی خب اگر پیام خداست دیگه چه لزومی داره که ما پیام رو پیام پیغمبر بدونیم؟ و در حقیقت اینجا اطیع الله و اطیع الرسول در حقیقت دو منبع اطاعت مطرح میشه و ما در مقابل خداوند شریک قائل شدیم و پیغمبر رو در اوامر و دستورات در کنار خدا قرار دادیم. و یه عده از اهل تحقیق و یه عده از علما به این بخش از آیه ایراد دارن. حالا اینم سوالی بود که اتفاقا لازم بود از آقای بازرگان سوال کنیم و جایگاه این آیه رو روشن کنیم. و بعد اگر لازم باشه در کتابی که جمهوری اسلامی منتشر کرده در هزاره تولد شیخ طوسی، به مناسبت هزاره شیخ طوسی در دانشگاه مشهد، و آقای دکتر محمد باقر محقق اتفاقا در همین کتاب خودشون شأن نزول این آیه رو مطرح کردن که حالا من بعد از صحبت آقای بازرگان اگر لازم باشه شأن نزول این آیه رو بخونم که هیچ ارتباطی به حکومت ملاها نداره. جناب بازرگان ببخشید، تلفن در اختیار شماست و ما با جان دل گوش میدیم به پاسخ شما به این سوالات. خب به نام خداوند جان و خرد، خداوند اندیشه و آزادی و بینندگان اهل اندیشه و آزادی شما و خود شما که نامتون آزاد مردید، آزاد راد مردید. به حال پاسخ رو خودتون لطف فرمودین، شاید ضرورتی نداشته باشه من چیزی اضافه بکنم. خب این کلمه اول الامر ما پامانبری کردیم، بخواهم میبخشید. اول الامر خب به هر کتاب لغتی شما نگاه بکنید اصلا این واژه خودش بیانگر معناش هست. اولی یعنی صاحب، دارنده. امرم یعنی همون اموری که مردم دارن، یعنی مسئله دو قسمت داره، یکی شریعت، یکی امور مربوط به مردمه که امر مردم در واقع این رو میگن. خب اول الامر کسانی هستن که امور مردم به اونها سپرده شده، حالا رئیس جمهور، نخست وزیره و سلسله مراتب میاد پایین تا مامورین فرض کنید شهرداری و شهربانی و پلیس، همه اینا امور مردم در اختیار ایناست. خب طبیعتاً اگر در جامعه ای از مأمورین منتخب خودشون اطاعت نکنن، خب سنگ رو سنگ بند نمیشه. اینی که آیه‌ای که تلاوت فرمودین اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این خود منکم نشون میده منتخب مردم هستن، برگزیده مردمن، با آراء مردم انتخاب شدن. طبیعی مردمی که کسانی رو انتخاب میکنن باید از اونها اطاعت بکنن دیگه. یعنی اول الامر یه معنای عام و جامع داره، چه در جوامع دینی چه غیر دینی. کسانی که متصدی امر هستن، مسئولینن، کارگزاران جامعه هستن. مشکلی که پیش آمده از نظر تاریخی یه خلط مبحثی شده، در واقع موضوع و مصداق خودش قاطی شده. خب بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام، خب این بحث پیش آمد که جانشین پیامبر چه کسی باید باشه، چه کسی به هر حال اون ضوابط و شرایط و اون مقدماتی که لازمه حائزش هست. خب اهل بیت شیعیان
به حال حضرت علی بر این باور بودند که خب نزدیکتر از همه به قرآن و سنت پیامبر حضرت علی هستش و او شایسته احراز مقام اولی الامر است. ولی خب بعد از رحلت پیامبر حضرت علی 32 سالشون بود. خب در این روزگار ما، حالا فرض کنید در فرانسه جوان 32 ساله‌ای مثلا به اون پست و مقام میرسه، یا در آلمان مثلا زنی رئیس جمهور میشه، ولی در یه جامعه قبیله‌ای 14 قرن پیش معمول نبوده که یک جوان 32 ساله‌ای رهبر جامعه بشه. گرچه از نظر پیامبر این اهمیت نداشته، در جنگی که باید به مسافه ابرقدرت روم میرفتن پیامبر یه جوان 19 ساله ای رو قرار داده بوده، ولی بالاخره فرهنگ جوامع به خصوص جوامع قبیله ای که قابل انکار نیست، طبیعتا اون اقبالی که لازم بود مردم نکردند و خب سراغ پدر همسر پیامبر یعنی ابوبکر پدر عایشه رفتن که خب دیگه سن و سالی بود و طبیعتا با فرهنگ اون جامعه از نظر سن و سال و شیخوخیت انطباق داشت. ولی ناخودآگاه اون چی که اتفاق افتاده در واقع کلمه اولی الامر رو با اون کسی که شایسته تر به نظر میرسه مخلوط کردن کسانی. من اجازه بدین یه مثال عامیانه بزنم. ببینید وقتی که نوشابه در ایران وارد شد، قبلا که دیگه لیموناد و اینجور چیزا بود، اولش پپسی کولا بود. خود کلمه پپسی تبدیل شد به نوشابه. بعدها که کوکاکولا و اوسو و اینا آمد، میگفتن برو 5 تا پپسی بگیر، 2 تاش اوسو باشه، نمیدونم چند تاش کوکا باشه. یا وقتی که مثلا ماشینای تاکسی فوتوکپی آمد، اولینش نام کمپانی، برندش، مارکش زیراکس بود. یواش یواش زیراکس تبدیل شد به یک در واقع موضوع. گفتن برو مثلا از این اوراق چند تا زیراکس بگیر. خب بیمعنیه، زیراکس نام ماشین نیست، نام یک کمپانیه. و از این مثالا خیلی میشه زد. یا فرض کنید مثلا مصدق اولین نخست وزیر منتخب مردم در طول تاریخ ما بود که مردم واقعا انتخاب کرده بودن. مصدق نام یه شخصه ولی نخست وزیری موضوعه. اولی الامر هم همینطوره. اگر در واقع ما بر این باور باشیم که حضرت علی شایسته ترین اشخاص برای احراز این موقعیت بعد از پیامبر بود، این معناش این نیست که اولی الامر یعنی اهل بیت. اهل بیت خب معلومه که اهل بیت اهل بیت هست، ولی اولی الامر یعنی مسئولین. کما اینکه کلمه امام هم همینطوره. امام معنای مثبت الزاما نداره. در قرآن فرعون رو، آل فرعون رو میگه ائمه الکفر، یا اونها امامانی بودن که مردم رو به سوی در واقع دوزخ رهبری میکردن. بنابراین نه کلمه امام الزاماً بار مثبت داره که حتما امام باید آدم خوبی باشه، نه اولی الامر معناش اینه که حتما آدم خوبی است. اولی الامر ممکنه خیلی هم ظالم باشه، ستمگر و سرکوبگر باشه. بنابراین این یک اشتباهی است که کسانی فکر میکنن هر جا اولی الامر آمده منظور اهل بیت پیامبر است. این درست نیست. اون آیه‌ای هم که تلاوت فرمودین که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دنبال آیه نشون میده که منظور از اولی الامر همون مسئولین لشکری و کشوری هستن. زمان پیامبر که هنوز اهل بیت پیامبر به امامتی نرسیده بودن، اصلا مطرح نبود. این آیه در زمان پیامبر نازل شده، اولی الامر نبودش که. میگه اطاعت بکنید از خدا و از سیره و ربیه و به صلاح عمل کرده رسولش و همچنین مسئولین خودتون. و بعد دنبالش میگه اگر اختلافی در امری پیدا کردید خب چیکار باید کنید؟ میگه فردوه الی الله و الی الرسول. خب با اولی الامر یعنی اهل بیت که اختلاف مردم پیدا نمی کردن، یعنی در چارچوب اندیشه شیعه معنی نداره که در واقع در اون چارچوب به صلاح فکری، یعنی اگه با مسئولین اختلاف پیدا کردید راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که برگردید به کتاب و سنت، یعنی اون دو اصلی که در واقع پذیرفته شده است. فرض کنید در امریکا خب یکی این قانون اساسی است که خب از گذشته تأسیس امریکا نوشته شده، یکی هم فرض کنید رفتار اون پدران امریکاست، مثلا جورج واشنگتن و ابراهام لینکلن و غیره، که خب یک پرنسیپ هایی رو قرار دادن.
در اون آیه میگه اختلاف پیدا کردید، حق با مسئولین نیست، حق در واقع در اون اصولی است که یک ملت قبول داره. اتفاقا همین توصیه رو حضرت علی در اون عهدنامه مالک اشترگی منشور حکومتی است که خیلی هم معروفه، به مالک اشتر که میخواد بره مصر حالا حکومت کنه، مصر تازه فتح شده بوده، میگه اگه تو در ارتباط با مردم به مشکلاتی برخوردی، خداوند برای ارشاد مردمی که هدایتشون رو پسندیده این راهنمایی رو کرده، یعنی حق با تو نیست. اگر دچار اختلافی با مردم شدی، باید طرفین، یعنی هم تو و هم مردم، مراجعه کنید به اون اصول پذیرفته شده. یعنی تو هم حق نیستی، با اینکه مردم مصر تازه مسلمان بودن، خبری از اسلام نداشتن و مالک اشتر بهترین یار برگزیده حضرت علی بود، یعنی ممتازترین شخصیتی که حضرت علی میشناخته مالک اشتر بوده، یعنی حتی اگر برگزیده ترین فردم به قدرت برسه، حق با اون نیست، حق با قانونه، حق با اصول و پرنسیپ هاییست که یه جامعه بر اساس اون تشکیل شده. حتی اگر مردم تازه مسلمان مصر که قبلا قبطی بودن و به خدایان متعدد قائل بودن، مهم اصول در واقع. بنابراین حالا شاید هم زیادی من صحبت کردم، مسئله خیلی روشنه. بله، اول الامر اصلا اون معنایی که میگن ندارم، گرچه اگر بخوام دنبال شایستگی بریم، میتونیم بگیم که خب بعد از پیامبر خیلی از اهل تسنن بر حال صاحب نظر و اهل انصاف و اندیشه معتقد هستن که بر حال ایشون شایسته ترین بوده از نظر اینکه در دامان وحی از 9 سالگی پرورش پیدا کرده و بیش از بقیه در کنار پیامبر بوده. ولی بحث اولویت نیست، بحث اینه که این واژه چه معنایی میده. حالا دیگه اونچه که حالا زمان آقای خمینی اتفاق افتاد، بر اساس این فکر غلط بود که اول الامر یعنی حتما اهل بیت و ما چون فقیه هستیم و اون درس ها رو خوندیم و این در واقع پست حکومتی، پست سیاسی منتقل شده در خاندان پیامبر از امام اول تا 12 بعدم دوران غیبت، حالا به فقیهان مثلا عادل جامعه رسیده و ما هم اونا هستیم دیگه. یعنی در واقع یه ساختاری رو کنار هم چیدن بر اساس یه فرضی که اساسش اصلا غلط هست، چون خود حضرت علی هم بارها در نهج البلاغه با اینکه خودشون رو در واقع شایسته ترین برای این کار میدونستن، ولی اذعان به حق مردم کردن، به روشنی به وضوح این رو توضیح دادن که حکومت یه امر زمینیه نه آسمانی، یه امر مردمیه نه الهی، بنابراین مردم باید انتخاب کنن، بد یا خوب این مربوط به خودشونه. حتی اینو به صراحت گفتن که پیامبر به من گفتن یا ابن ابی طالب، ای فرزند ابی طالب، لک ولای امتی، تو شایسته ولایت هستی، شایسته زمامداری هستی، ان ولو، که اگر مردم به تو ولایت بدن، فی عافیت و رضا، در عافیت دا با سلامت، و اجمع علیک، اجماع کنه، یعنی تو دارای این پتانسیل هستی، تو شایسته این کار هستی، ولی مشروط بر این که مردم اقبال بکنن، مردم بخوان، اگر خواستند بپذیر، یعنی استنکافی نکن، بر کنار نباش، اگر سراغت نیومدن بدون هیچ حقی به گردنت نیست. اینا دیگه به وضوح در نهج البلاغه هست، تعداد زیاد هم آمده و در شرح ابن عبدالحدید و شرحهای دیگه هم این توضیحات هست. جناب بازرگان، من فکر میکنم که اگر شأن نزول این آیه رو ما بخونیم، کاملا حرف شما تایید میشه. ببینید، هر کدام شما بهتر میدونید که بیشتر این آیات قرآن در یک شرایطی تحت یک به اصطلاح موقعیتی بر پیغمبر وارد شده، الهام شده یا وحی شده یا به فکر پیغمبر رسیدیم، و همطور که بدونید خیلی از مطالب اصلا ربط به امروز نداره، در این بسته به شرایط اون زمان، غیر از مثلا مسائل کلی و محکماتی که در حقیقت در همه زمان که جوهری همه ادیان در حقیقت شما این اصول رو میتونید ببینید. مثلا فرض کنید دزدی نکردن، آدم نکشتن، نمیدونم آزار و اذیت به هم نوع خود ندادن، این جز اصول اخلاقی همه ادیانه. ولی واقعیت هم دیگه آیه بزرگ من، حدود چند سال پیش که در دهلی در هندوستان بودم و با بسیاری از علمای اسلامی
مشغول بحث و مناظره داشتیم، یکی از این علمای کتاب رو به من داد، کتاب قرآن ترجمه شاه ولی الله دهلوی. این آقای شاه ولی الله دهلوی قرآنش رو یه آقای دیگری در پاورقیش در کنار هر آیه شأن نزولش رو نوشته بود و فکر کنم آیت الله حسینی، یک واعظ حسینی یا واعظ کاشی، یه همچی نامی اگر بیادم باشه. کتاب بسیار قرآن بزرگ بود و چقدر زیبا هر آیه رو از بعد از عربی به فارسی سریع و قابل فهم ترجمه کرده بود، واژه به واژه قابل فهم، و بعدم شأن نزولش نوشته بود. و درست همون شأن نزولی که من در قرآن آقای شاه ولی الله دهلوی دیدم، امضا به بخشش در این کتاب آقای به اصطلاح شأن نزول آقای دکتر محمد باقر به اصطلاح که محمد باقر محقق که ایشون شأن نزولی نوشته بر پاره از آیات. ببینید در درست همین مطلبی که اون آقا در شأن نزول نوشته بود من خوندم، این همون اینجا در صفحه 214 در تفسیر این آیه مطرح میکنه. میگه من براتون یه پاراگراف اجازه بدید بخونم. میگه که میگه و خداوند درباره تو فرماید، تو پرانتز، و اول الامر منکم. مفسرین عامه گویند این آیه درباره موقعیتی است که به فرماندهی خالد ابن ولید، به فرمانده خالد ابن ولید بود، نازل گردید. و عمار یاسر، یا عمار یاسر هم جزء لشکر و افراد آن زمان بود. میگه وقتی که به دشمن رسیدند همه فرار کردند و یک نفر از آنها مانده بود و فرار نکرد و به دست عمار یاسر مسلمان شد. عمار به او امان داده بود. وقتی که مسلمین به دشمنان مزبور دست یافتند، آنان را غارت کردند و از زمره آنها این مرد مسلمان بود. و از جمله این مرد مسلمانی که عمار یاسر اون را به اسلام دعوت کرده بود و اسلام را پذیرفته بود، بیچاره انبال این بیچاره را غارت کردند. میگه عمار اعتراض کرد به خالد ابن ولید که این آدم مسلمان شده، به چه عنوان شما انبالش دارید غارت میکنید و میخواید از بینش ببرید؟ و با اینا با عمار یاسر و خالد ابن ولید با هم نزاع پیدا میکنن، اختلاف پیدا میکنن. بعد میگه که عمار که به آن مرد امان داده بود به خالد گفت او را رها کند، زیرا به وی امان داده است. خالد از او گوش نکرد و گفت فرماندهی لشکر با من است و تو نمی بایستی به او امان داده باشی. یعنی خالد به آقای عمار میگه. موضوع آنها و موضوع اختلاف آنها به رسول اکرم رسید. پیامبر ضمن تأیید امان دادن عمار به او توصیه فرمود که دستور فرمانده لشکر را نباید از نظر دور بدارید. سپس این آیه نازل شد و نیز موضوع نزول آیه از ابن عباس به طریق دیگری درباره عبدالله ابن عزاقه هم نقل شده است. یعنی در واقع این اختلافی بوده بین عمار یاسر و خالد ابن ولید، حالا گویا نمیدونم قبیله بنی نذیر بوده یا بنی قریظه، که اینا قرار بوده، فکر کنم بنی نذیر قرار بوده یثرب رو ترک کنن و بهشون فرصت داده بود، و عمار یاسر و خالد ابن ولید اینا مأمور بودن که بیرون کردن اینها رو به عهده بگیرن. و وقتی یک مسلمان میشه، عمار بگه چون این مسلمانه من نمیتونم بیرونش کنم، انبارش هم نباید غارت بشه. ولی آقای خالد بن ولید میگم نه، فرمانده لشکر منم، آنچه که من میگم درسته، این اختلاف من بر پیغمبر. و این آیه نازل میشه که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. بهشون میگه اونهایی که ایمان آوردید، از اگر با هم اختلاف پیدا کردید سر مسئله ای، اول مراجعه کنید به خداوند، بعد به رسول خدا، و بعد اول الامر. در اینجا ربطی به نمیدونم حکومت ملاها نداره، حکومت روزخونا چه ربطی به این آیه داره؟ اصلا شأن نزول این آیه چیز دیگه است.
بنابراین من معتقد می روشنفکران یا حتی اپوزیسیون به جایی که علکی هم تو غور بزنن و پرخاش کنن بدون که علت ها و شناخت دقیقی از مبانی دینی و فلسفه دینی و قرآن داشته باشن، من فکر کنم برن آب در هوان میکنن. میبایست قرآن رو خوند، میبایست شرح نزول آیات دونس. اون آقایون به اصطلاح پیروان خمینی در اون زمان اگر متوجه این آیه بودن، بعد هم موقع جلو ولایت فقیه میستدن. 40 سال هیچ عالمی، هیچ قرآن شناسی اونجوری که باید و اونجوری که امروز جناب عالی اما داریم درک میکنیم در مقابل این ولایت فقیه نیستادن. و بنابراین با توجه به قرآن نشون میده که ولایت فقیه یک چیز مندروردی است و مغایر با قرآن هست. بنابراین اگر واقعا مسلمان واقعی هم هستیم باید بریم سراغ قرآن، برای که خود قرآن میگه اگر حتی اختلاف داریم مراجعه کنیم به خدا، ببینیم دیدگاه خداوند در قرآن چیه. و مسلمان با توجه به شأن نزول این آیه و این موقعیت اجتماعی جامعه ایرانی، من فکر میکنم مردم رو ما در نادانی و ناهوشیاری رها کردیم. سالهاست، شاید 1400 سال، بسیاری از نکات مهم و فلسفه های بسیار قابل درک پوشینه مونده و روحانیون یا سواد نداشتن یا اگر هم سواد داشتن مصلحتشون این نبوده که مردم رو آگاه کنن. و بنابراین من فکر کنم در عصر حاضر بهترین موقعیت و بهترین زمان آگاهی دادن با مردم. جناب آقای بازرگان، باید واقعا مردم رو آگاه کنن و تا مردم آگاه نشن، اگر این حکومت هم سرنگون بشه، ولی ریشه ارتجاع در جامعه هست، نه تنها در جامعه، در وجود خود ما هم هست. ما نیاز داریم یک نوع پالایش، یک نوع پاکسازی، یک نوع بازنگری مهمی در اصول اعتقادات و باورهای خودمون بکنیم. بله، ملاحظه فرمایید در طول تاریخ، بگیم حالا 14 قرنه شیعه، همین 40 سال بعد از انقلاب که ولایت فقیه مطرح شده، یعنی علمای بزرگ شیعه در طول تاریخ چنین ادعایی نداشتند. حتی اکثر ولایت بر مثلا اموال بی صاحب، بر یتیمان یا بر فرض کنید امور قضا، داوری. خب این یک تزی بود که آقای خمینی مطرح کردند و خب یک اشاره‌ای به بعضی از فقیهان قبل از خودشون هم که در همین دوران قاجار یا بعد از اون بودن. بنابراین هرگز شیعه در طول تاریخش این مسئله رو که فقیهان باید به حکومت برسن نداشته. حتی تو کتاب‌های بسیار معروف هم، حتی در صحیفه سجادی هم در مقدمش بود که هر پرچمی که در دوران غیبت برافراشته پرچم طاغوته. بنابراین نمیشه به حساب شیعه تاریخی گذاشت، بلکه یه امر در واقع تازه اختراع شده در این 14 دهه اخیر مسئله ولایت فقیه. به هر حال مشکل اساسی برمیگرده به سرچشمه یک تفکری که آیا حکومت کردن بر مردم جزء احکام شرع، یعنی حکومت رو خدا تعیین میکنه، یا حکومت حق مردمه. اختلاف از اینجا ناشی میشه. بعضیا بر این باورن که حکومت رو خدا باید تعیین بکنه و از اول هم تعیین کرده، بعد از پیامبر سلسله مراتب ادامه پیدا کرده تا امام 12، حالا فقیهان بر اون موقعیت هستن. ولی خب به همطور که عرض کردم، هم از قرآن و هم از نهج البلاغه به وضوح چنین برمیاد که امر حکومت یک امر خدایی، امر دینی نیست. البته همه مؤمنین باید مشارکت بکنند در اداره امور جامعه، فعالیت بکنند، بی تفاوت در برابر سرنوشت نباشند، تشکیل گروه و حزب و اینها بدن. حالا به کلمات قرآن همینه که میگه از بین شما باید گروهی باشند که مردم رو به بهترین کارها دعوت کنن، امر به معروف و نهی از منکر کنن. صریحا در واقع تشویق به ایجاد تشکل‌هایی که امروز در واقع جامعه مدنی گفته میشه یا حزب گفته میشه است.
حتی میتونن به قدرت برسن اگر برخوردار از اکثریت آرای مردم شدن. ولی اینکه اصولا متولیان دین یه حق ویژه‌ای دارن، اونشون رنگین تر از بقیه است، حقشون بالاتره و اونها باید به قدرت برسن، این یک در واقع تصور باطل و خلاف قرآن و سنت پیامبره. تکرار میکنم، منظور من این نیست که دین از سیاست جداست، دینداران از دولت جدان. دین نمیتونه جدا باشه، دینداران نمیتونن بی تفاوت باشن. کما اینکه فرض کنید، دفعه هم عرض کردم که حزب کمونیست در کشورهای مختلف فعالیت داشته، حزب دموکرات مسیحی، نمیدونم بودایی ها، دیگران، دلیل نداره کسانی که یک باور دینی دارن بی تفاوت باشن، کنار کشیده بشن، یا اونها رو از حقوق مشارکت در امور اجتماعی، تشکیل حزب و فعالیت برای برحال بردن اکثریت کرسی های نمایندگی آدم بخواد محرومشون بکنه. نه، این حق برای همه مردم به طور مساوی هست. ولی اینی که دینداران یه حق ویژه‌ای دارن، اونها باید تسلط پیدا بکنن به قدرت برسن، این کاملا باطله. وگرنه این حقی است که همطور که عرض کردم هر کسی میتونه داشته باشه، مثل بقیه مردم تلاش سیاسی بکنه، یه اکتیویست سیاسی باشه، فعال باشه، وارد مبارزات اجتماعی بشه و اگرم خدمت کرد به مردم، مردم خواستن، سرویس به اونها بده و به قدرت برسه. این کاملا با هم فرق میکنه. خلاصه عرض من اینه که مسئله حکومت مثل مسئله اقتصاد، مثل مسئله ساختمان سازی، مثل هزاران مسئله دیگه اجتماعی، خداوند به عقل جامعه، به عقلای مردم سپرده که خودتون تشخیص بدین چه کسی صلاحیت بیشتر داره. یه امر تعیین شده یه از بالا نیست این مسائل که یه عده‌ای بخوان اینا رو به حساب جاری خودشون واریز بکنن و ادعا بکنن که ما تعیین شده ایم. حالا برای اینکه خودشون رو توجیه بکنن که ما اصولا ذاتاً برای این کار قرار داده شده ایم، طبیعتاً سلسله مراتب ایدئولوژیکش رو هم تنظیم میکنن و به بالا وصل میکنن که پس ما همانیم، در واقع ما همون شیوه رو میخوایم ادامه بدیم که همونطور که عرض کردم از اساس در واقع این فکر باطله و خلاف اصول مسلم قرآنی است. جناب بازرگان، وقت خیلی سریع میگذره، ما در حقیقت حدود 3 دقیقه دیگه بیشتر پایان برنامه نداریم. بعد من میخوام از شما، از محضر شما حد اکثر استفاده رو بکنم و یک سوال دیگه. در قرآن سوره رعد، سوره 13 و آیه 7 میگه انما انت منذر و لکل قوم هاد. البته پایان آیه است، اول آیه شروع میشه با یقول الذین کفروا لولا انذر علیه آیات من ربی انما انت منذر و لکل قوم هاد. این قسمت آخرش میگه تو فقط ای پیغمبر یک هشدار دهنده ای و هر قومی راهنمایی داره و ما یا برای هر قومی راهنما خداوند فرستاده. آیا این به معنای این نیست که خداوند پیغمبر عرب برای عجم نمیفرسته و هر قومی برای خودش پیغمبر داره؟ یا معنی این آیه این چیزی استفاده نمیشه به قول شما؟ شما دیدگاه شما در این آیه چی است؟ ببینید، این آیه در واقع میخواد بگه که تو انذار دهنده، یعنی هشدار به عواقب و آثار سوء کارشون میدی. تو نقش در واقع بیدارگریه، همینطور که هر قومی یه بیدارگری داشته، یعنی یک اتفاق تازه ای نیست که تو مثلا استثنایی آمده باشی، یک امر جاری و ساریه در تاریخ ملت ها. بارها در قرآن گفته تو وکیل نیستی، ما انتم به وکیل، یعنی ما به تو نسپردیم مردم ها. یا میگه تو حفیظ نیستی، ما حافظ یعنی پاسدار این که نماز میخونن یا نمیخونن. یا میگه ما انت علیهم به مسیطر، مسیطر از سطر میاد، یعنی کسی که دیکته میکنه، یعنی تو دیکتاتور نیستی، حق سیطره نداری. میگه ما انت علیهم به جبار، حق جباریت نداری. خب وقتی که خود پیغمبر از دیدگاه خداوند حق چیز زور گفتن، فشار آوردن یا نمیدونم تحکم کردن و تمام اینا رو نداره، چگونه یه عده خودشون رو جانشین قرار میدن یا مولا یا به مردم اینقدر زور میگن؟ این برخلاف قرآن نیست؟ چرا؟ علت اینم که پیامبر در واقع در مدینه
اداره امور اون مردم به عهده گرفتن، این درخواست مردم بود. دو قبیله اوس و خزرج از ایشون خواستن، یعنی جزء وظایف رسالت پیامبر، بعثت پیامبر نبود که تو باید به قدرت برسی، ولی از اونجایی که اگر مردم از آدم خدمتی رو میخوان، یکی از خدمات هم اینه که خب بین اون دو تا قبیله که قرنها با هم دشمنی داشتن، پیامبر صلح جاری کرد، چون اعتماد پیدا کردن به این شخص اخلاقی، شخص امین، از او خواستن که بیان تو شهر اونها و اون اختلافاتشون رو رفع بکنه، بر اونها مدیریت بکنه. بنابراین یه امر مردمی بود. پیامبرم در امور مربوط به مردم با خود اونها مشورت میکرد. این دیگه از بدیهیات تاریخ. هیچ وقت در مورد اینکه نماز بخونین، روزه بگیرید، مثلا این کارا رو بکنین نکنین، مشورت نمیکرد. میگفت این امر اخلاقی خدایی، هر کی میخواد بکنه، هر کی نمیخواد نکنه. ولی در امور مردم مطابق قواعد شورایی عمل میکرد. نظر شما چیه؟ بارها در تاریخ پیامبر خلاف نظر خودش عمل کرده. اگه یه امر خدایی بود که این کارو نمیکرد. یه امر کاملا مردمی بوده که تسلیم به نظر اکثریت بشه. من معتقدم آقای بازرگان، الان اگر برس کنید که یک رفراندوم بگیرن، به مردم بگن آقا شما حکومت ملاها و ولایت فقیه میخواید، من مطمئنم بیش از 80% مخالف ولایت فقیه و حکومت ملا هستن. و وقتی مردم مخالف حکومتی باشن، این حکومت از دیدگاه قرآن غیرقانونی است. من قبل از انقلاب آقای خمینی همین رو به نظام قبلی میگفت که به رأی مردم مراجعه کنید که میخوان شما رو یا نه. حالا باید از خود اینا خواست، از این آقایون، شما یک انتخابات، یک رفراندومی برگزار کنید، ببینید اکثریت مردم میخوان یا همون حدودی که اشاره فرمودید. ولی خب قبول ندارن، آقایون رأی مردم رو برای تزیین میخوان، میگن مردم باید تو صحنه باشن تا به دنیا نشون بدیم ما هم مجلس داریم، انتخابات داریم، رئیس جمهور داریم. ولی عملا همینطور که همه میدونن، در واقع رأی مردم رو هم باید ولی فقیه با امضاش در واقع تنفیذ مشروعیت بکنه. مشروعیت رو به نظر ولی فقیه میدونن. رأی مردم نمایشیه، تزیینیه، برای اینکه به هر حال تو دنیا چنین جلوه نکنه که مثلا ما حالا حکومت فردی داریم. عمیقا اکثریت، من مطمئنم که مردم حکومت ولایت فقیه رو اکثرا تایید نخواهند کرد و با این توجه از دیدگاه قرآن این حکومت یک حکومت غیر قرآنی و غیر اسلامی و مغایر هست با فرهنگ اسلام و فرهنگ سیاسی اسلام. این چیزی که ما حداقل میتونیم استنباط بکنیم و امیدواریم مردم، اونهایی که معتقد هستند به قرآن، اونهایی که معتقد هستند به اسلام، به پیغمبر اسلام و به تعالیم اسلامی، حداقل از دیدگاه قرآن احساس مسئولیت کنند و زیر بار حکومتی که مردم راضی نیستن در تداومش، بدون از نظر قرآن یک حکومت در حقیقت غیرقانونی و فاسدی خواهد بود. خیلی سپاسگزارم جناب بزرگان، برنامه ما پایان رسید. من میخوام به شنوندگان و بینندگان مژده بدم که هر یک شنبه اول هر ماه جناب بزرگان در بنیاد ایمان سوال و جواب رو برگزار میکنن و بسیاری از شما میتونید، ورود رایگان هست و میتونید تشریف بیارید جناب بازرگان، و بسیاری از اساتید به این نوع سوالات پاسخ میدن و من بسیار از جناب بازرگان سپاسگزارم که شجاعانه و آگاهانه و مسئولانه در تحقق آرمانها و ایدئولوژی های حق یا حقانیت قرآن احساس مسئولیت میکنن و بدون واهم و ترس دیدگاه خودشون برای مردم روشن میکنن. بسیار سپاسگزارم جناب بزرگان، باز هم از حضورتون استدعا خواهیم کرد، باز هم از محضرتون استفاده خواهیم کرد. بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بنده هم از شما و بینندگان عزیز و ارجمند که صبر و تحمل داشتن عرایض بنده رو هم استماع کردن تشکر میکنم و ممنون و متشکرم. روز و روزگارتون خوش. ما همه شما